فیلم‌های ایرانی که اخیراً قاچاق شدند و به صورت غیرقانونی منتشر شدند. انتشار غیرقانونی فیلم‌های سینمایی در دوره ریاست محمد خضائی در سازمان سینمایی افزایش چشمگیری داشته که در اینجا با چند تا از این فیلم‌ها که رنگ اکران رو ندیدن آشنا میشیم. پس لایک رو بزنید و همراه هم باشید. برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی. این فیلم اولین قربانی دور جدید انتشار غیررسمی فیلم‌های سینمایی بود. فیلمی که اگر درگیر مخالفت‌های عجیب و غریب نمی‌شد و رنگ اکران می‌دید، هم مخاطبان از تماشای آن روی پرده سینماها محروم نمی‌شدند و هم فروش خوبی نصیب سینماها می‌کرد. اما این فیلم نهایتاً به صورت غیرقانونی پخش شد و مورد استقبال بی‌نظیری هم قرار گرفت. فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی. نسخه غیرقانونی این فیلم هم مدتی کوتاه بعد از برادران لیلا در تاریخ 20 فروردین 1402 در فضای مجازی منتشر شد. این فیلم یکی از 18 فیلم بخش مسابقه جشنواره ونیز بود و در بخش افق‌ها موفق شد 2 جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم را از آن خود کند. البته این فیلم در جشنواره‌های دیگر هم صاحب جوایز متعدد دیگری شد. فیلم خط فرضی به کارگردانی فرنوش صمدی. این فیلم اولین اثر سینمایی بلند این کارگردان بود و تهیه کنندگی آن بر عهده علی مصفا بود. پس از انتشار نسخه غیرقانونی این فیلم، رأی به اکران فیلم در هفته دوم اردیبهشت داده شد، اما با وجود داشتن پروانه نمایش هرگز اکران نشد. فیلم تفریق به کارگردانی مانی حقیقی. این فیلم یکی از مهمترین فیلم‌های سال 1400 بود که پیشبینی می‌شد فروش خوبی داشته باشد، اما انتشار نسخه غیرقانونی آن معادلات را تغییر داد. گفته می‌شود یکی از دلایل اکران نشدن آن به دلیل حضور ترانه علی دوستی در این فیلم بوده. اکران فیلم در سینماهای فرانسه تهدید انتشار نسخه قاچاق آن را بیشتر کرد. فیلم ارادتمند نازنین بهاره تینا به کارگردانی عبدالرضا کاهانی. این فیلم 7 سال است که رنگ اکران ندیده و بعید می‌رسد روزی اکران شود. عبدالرضا کاهانی هم زمانی در صفحه اینستاگرامش با انتشار یادداشت کوتاهی از احتمال پخش اینترنتی این فیلم خبر داد، اما به دلیل مخالفت تهیه کننده هیچگاه چنین اقدامی انجام نشد. اما سرانجام این فیلم هم به صورت غیر رسمی پخش شد. بیرویا به کارگردانی آریان وزیر دفتری. یکی از مهمترین فیلم‌های جشنواره فجر بود که به سلیقه و شعور مخاطب احترام گذاشته بود و ذهن‌ها رو به شدت درگیر خودش کرده بود. این فیلم هم نه توقیف شده بود و نه حاشیه‌ای داشت، اما سر از فضای مجازی در آورد. اگه شما هم فیلم قاچاق شده دیگه ای میشناسید توی کامنت ها اضافه کنید تا ادامه بدیم. فیلم اورکا به کارگردانی سحر مسیبی. پس از انتشار غیرقانونی فیلم‌های برادران لیلا و تفریق با بازی ترانه علی دوستی، این بار نوبت به دیگر فیلم او با نام اورکا رسید تا تعداد فیلم‌های قاچاق شده این بازیگر به عدد 3 برسد. این فیلم بر اساس زندگی الهام سادات اصغری، شناگر زن ایرانی جلوی دوربین رفت. این شناگر زن موفق به ثبت رکورد گینس شنا با دست‌های بسته در آب‌های آزاد شد.
اورکا طی این مدت در چند جشنواره بین المللی حاضر شد که از جمله می توان به جشنواره سانتا باربارای آمریکا، دوحه قطر و غیره اشاره کرد. فیلم شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. این چندمین فیلمی است که در فاصله کوتاه قاچاق شده است. برادران جلیلوند در بیانیه‌ای پس از انتشار گسترده فیلم، این فیلم را تقدیم نگاه بینندگان کردند. آنها در ادامه بیانیه نوشتند: به ما گفتند که این فیلم برای اکران باید در روند ممیزی تغییراتی کند، ولی سازندگان فیلم با این کار موافقت نکردند. این فیلم نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 79مین جشنواره فیلم ونیز است. این نکته رو هم اضافه کنم که از سال 1385 تا کنون حدود 39 فیلم به صورت قاچاق و غیرقانونی به دست مخاطبین رسیده. این یعنی به طور میانگین سالی 2.2 فیلم در کشور قاچاق می شود که در اینجا فقط به چند تا از این فیلم ها اشاره کردیم. ترانه علی دوستی و نوید محمدزاده جز بازیگرانی هستند که بیشترین فیلم قاچاق شده به عنوان بازیگر را در کارنامه هنریشان دارند. اگر فیلم های قاچاق شده را کنار بگذاریم، نوید محمدزاده حدود 4 سال است که در فیلم های اکران شده حضور نداشته. دوستان عزیز، در بین فیلم های قاچاق شده ای که دیدید کدومشو بیشتر دوست داشتید و دلیل انتشار غیر قانونی فیلم ها رو چی میدونید؟ اصلا یک سوال مهم، ضرر و زیان تولید کنندگان چنان آثاری با چه سازمان یا چه افرادی است؟ برای این فاجعه چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در ادامه ویدیوهای پیشنهادی رو از دست ندید و اگه به این نوع ویدیوها علاقه مندید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اولین نفر ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. در ویدیوهای آینده منتظرتون هستیم.